نام خدا، با تقدیم سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی زن، وقتتان بخیر. آرزومند هستم همه شما عزیزان جور صحتمند و سرحال باشین. برنامه خودتان، برنامه سلامتی روزمره هم آغاز شد. امید که تا آخرین لحظاتی برنامه با ما فرشته خلیلی و دکتر سبقیس نگزاد همراه باشین و از داشته های برنامه ما معلومات های سیر شما عزیزان کسب بکنین. بیننده های عزیز، موضوعی را که ما امروز انتخاب کردیم و روش بحث میکنیم در رابطه با دو موضوع است که ما دو موضوع امروز روش بحث میکنیم که اون موضوعات عبارت است کلچرک و کانگو است که شما با نام کلچرک آشنایی زیاد دارین که یک مرض ویروسی است و یک مرض ساری است که شاید زیادتر از شما عزیزان به این مرض دچار شده باشین و امروز ما روش بحث میکنیم که خود کلچرک و کانگو چی است، چگونه سرایت میکنه، آیا خودش یک مرض روسی است، ساری است، چگونه یک مرض است و کدام عوامل باعث از این مرض میشه. روی از این موضوع ما امروز بحث میکنیم. دکتر سه با ما است و روش بحث میکنیم و شما از آن هم امید که تا آخرین لحظاتی برنامه ما را همراهی بکنید و بحث امروزی ما را تعقیب بکنید. سلام دکتر سه. خیلی ممنون. سلام بانو خلیلی به شما، سلام به تمام هموطنان عزیز در سراسر افغانستان، هموطنانی که همی اکنون برنامه سلامتی روزمره را از طریق شبکه تلویزیونی زن بیننده هستند. امیدوار هستم هموطنان خوبم از گزند روزگار در امان باشند و در سایه رحمت پروردگار. همیشه آرزوی مهمی هست که در فضای مملو از صلح و صمیمیت و در فضای مملو از مصیبت و بدور از مصائب به زندگی خود بپردازد. قسمی که بانو خلیلی به شما اشاره داشت، مبحث را که منشاء الله معل خیر امروز ما میخوایم در مورد صحبت داشته باشیم، در مورد ممپس یا کلچرک است. اصطلاحات طبی ازیره من خوب صحیح میفهمم که مثلا چرا چی ایجاد میشه، چه رقم ایجاد میشه، از کجا میاد، از کجا میره مثلا، ولی که چرا این کلچرک میگن ایشا نمیفهم. حتما این کلا را کج میکنن زمون خاطر نپولی از اون ان شاء الله تا از برنامه تا یک ساعت آینده ما در مورد مرض کنگو همچنان صحبت های خود داشتیم. تا اینکه شما بدانین که کانگو چی است، به خاطر که امروز اگر شبه شنیده باشین با نخلی روی زبان ها است، هر فرد میبینه که گوسفند داره، گاو داره و کانگو رو گرفته، کانگو نگرفته. خوشتن وقتی که عید قربان بخیر نزدیک میشه این مسائل دیگه بسیار زیاد به طور مثال بازارش گرم میشه، فیسبوک ها مملو از عکس های قربانی میشه و به طور مثال پست ها پست های کانگو در کل جای زیاد میشه. به این خاطر ما امروز خواستیم که برنامه رو به اختصاص بدیم که در مورد ممپس یا کلچرک و کانگو که هر دویش یک مرض ویروسی هست در مورد از این صحبت داشته باشیم که با نخلی هم فکر کنم به این داشت که در این مورد صحبت کنیم. انشاءالله آگاهی شما، آگاهی هم وطنهای ما تایی برنامه امیدوارستون که بلند بره. دوستای عزیز، شماره تماس برنامه ما هست 0779-127-127. شما ازان میتونین تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه سوالات تیبی تا رو با دکتر صاحب مطرح بکنین. و قسمی که دکتر صاحب گفت در بخش اول برنامه ما میخواییم در رابطه با خود کلچرک، در رابطه با کانگو صحبت بکنیم که خود کانگو چی است، کدام عوامل باعث از این امراض میشه و شما بحث ما رو دنبال بکنین. خب دکتر صاحب، خود کانگو چی است و طرز سرایتش چگونه میباشه؟ وقتی در مورد مرض کانگو صحبت میکنیم خوب است که مبحثی رقم شروع شود که به صورت عموم در معتبرترین مؤاخذ طبی یک سلسله عنوانهای تحت تعظیم است که Viral Hemorrhagic Fever، یعنی امراض ویروسی تبدار خون که توأم با خون ریزی هست. یعنی یک مرض است که منشأ ویروسی داره، مریض تب می داشته باشه، تب شدید هست و در پولی ازیب اصلاحات عموم به شکل گسترده و به شکل فاحشش ممکنش پیش مریضا بلیدینگ یا خونریزی از قسمت‌های مختلف عضویت موجود باشد. پنج ویروس است بانو خلیلی که تحت عنوان عظمی تاپیک مورد ارزیابی قرار میگیره. ایبولا در می وقتها بسیار زیاد شده، کانگو، در پولی ازیب مثال هانا ویروس، یلو فیور، دنگو فیور. یعنی پنج مرض ویروسی است که مریضا شدید می داشته باشن، در پلی تب شدید سایل دریافته کلینیکی امراض ویروسی پیشون موجود می باشه، ولی متبارسترین لوحه کلینیکی که پیش مریضا موجود هست عبارت از این است که مریضا خونریزی پیدا می کنن. دقیقا کانگو از جمله همه تو امراض هست، به صورت عموم یک مرض ویروسی هست. ای ویروس طریقه اساسی ترانسمیشن یا انتقالش توسط از این است که به صورت عموم توسط کریرها یا انتقالهای مختلف از مواشی اهلی به انسان ها انتقال میکنه. مواشی اهلی هدف دهی است که به طور مثال اونایی که گاو در خانه نگهداری میکنن، اونایی که گوسفند نگهداری میکنن، اونایی که بز به طور مثال نگهداری میکنن و سایر مواشی اهلی که وجود داره،
این وایرس اصلا یک وایرس است که زیادتر تمایل به حیوانات داره، ولی با استفاده از طریقای مختلف ممکن است اینا به انسان ها سرایت کنند. مثلا با استفاده از وخزی حشرات یک کنسته در پوست به طور مثال همو گاو یا گوسفند می باشه، با مجرد که کنه به طور مثال انسان هم وخزه کرد همو گوسفند هم وخزه کرد، ببینید که وایرس از یک فرد به فرد دیگه و از حیوان به انسان انتقال میکنه. با مجرد که وایرس به انسان انتقال کرد طبیعی است که مثلا این خودش خود مرض قرار گرفت، ممکن است مرض توسط امی انسان به افراد دیگه جامعه انتقال کنه. این ممکن است انتقال در شرایط شفاخانه صورت بگیره، بله. و یا ای که ممکن است در شرایط بیرون از شفاخانه انسان یا وایرس از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه. عمدترین شیوه انتقالش از یک فرد به فرد دیگه با استفاده از blood body secretion، یعنی به چی مفهوم؟ تمام افرازاتی که در بدن است، بله. قطرات لعاب دهن، قطرات اشک، به طور مثال عرق، دپولیزو خون، دپولیزو به طور مثال تماس با مواد غایطه، تماس با ادرار، تماس با طور مثال تماس های جنسی، تمامش ممکن است وایرس از یک فرد به فرد دیگه انتقال بده. بفرمایید. بله. بله بفرمایید. بله. بله صدای ما رو دارین، بفرمایید. بله. شما به برنامه وصل هستین، مهربانی کنین، بفرمایید. صدایتون وصل است، بفرمایید. اسمتون از کجا تماس؟ من خواستم بگم که خیلی ممنون، تشکر خواهر گرامی. چقدر وقت میشه که پای شما گرم میایه و چند سال عمر دارین؟ و یک پای ماشا شما میشه دیگه وقت که سرعت میکنم دیگه وقت نیه وقت که سرعت میکنم جای خواه جای سوخت میکنه پای شما. چند سال عمر دارین خواهر گرامی؟ شما چند سال عمر دارین سب؟ متاسفانه فکر کنم تماس با باد فنا رفت. به هر صورتش انتقال اساسی وایرس گفتم از یک فرد به فرد دیگه ممکن است با استفاده از هر نوع افرازاتی که در فرد موجود باشه وایرس از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه. به می خاطر است بانو خلیلی، به مجرد که یک فرد مصاب کانگو میشه باید قرنطین شوه، از تماس نزدیک با هیچ جلوگیری به عمل بیایه و دکتر صاحبا و به طور مثال کسی که در بخش نرسینگ کار میکنه، اونایی که به طور مثال در بخش تکنیشن طبی کار میکنن، در مجرد که میخواین از این اسپیسمن یا معاینات به طور مثال سمپل بگیرن، سمپل ادرار رو بگیرن، سمپل مواد غایطه رو بگیرن، سمپل خون رو بگیرن، بسیار باید محتاط باشه تا اینکه خدای نخواسته با استفاده از وخزه و با استفاده از این محصولات و افرازات بدن وایرس از این شخص مریض به شخصی که در بخش صحی کار میکنه انتقال و یا سرایت نکنه. از وقتی که وایرس به عضویت انسان داخل شد تا وقتی که در یافتهای کلینیکی مرض کانگو در نزد یک فرد تحسس میکنه ممکن است در حدود 2 الی 21 روز وقت در بر بگیره، بله. یعنی 2 الی 21 روز و در بشکل اوسط 14 روز وقت در بر میگیره تا ای که از وقت دخول انسان تا وقتی که در یافتهای کلینیکی پیش مریضا تحسس میکنه اما قدر زبان رو در بر بگیره و ایره به نام انکوبیشن پریود یا دوره تفریخ میگن. بله. وایرس ممکن است بر هر سن و سال هر فرد از جامعه را مصاب بسازه، ولی شیوعش به صورت عموم در جاهای بیشتر است که وجود تربیه مواشی به طور ترویجی بیشتر داره، در کشورهای بیشتر است که به صورت عموم اکثر عواید از اینا از طریق مالداری و زراعت پیدا میشه. به این خاطر شیوع یزید در کشورهای آسیایی و کشورهای به طور مثال اروپایی و در ضمن آفریقایی بیشتر است. بفرمایید. بله بفرمایید. بله صدای ما رو دارین، بفرمایید. بله. هموطن گل ما در مرحله ابتدایی شما کوشش کنین صدای تلویزیونتون رو پخش کنین و فقط صدای ما رو از طریق تلفن بشنوین. صدا آواز دوباره پس به گوش ما انعکاس میکنه. تماستون وصل است، بفرمایید برادر عزیز اسمتون از کجا تماس شد؟ وصل شده، وصل شده. سلام علیکم. و علیکم سلام، مهربانی شد. صحت شما خوب بخیر؟ سلامت باشین، کی هستین از کجا به تماس شدین؟ مشکل صحی هست؟ بخیر باشین. هیچ من نمیفهمم چی مزید ای تماسانه از که بمجرد احوال پرسی میکنه تماس قطع میشه. مبادا این تکنیک کدام بخش کسایی که در به همکارای تکنیکی ماست کار میکنه واسه جان تماس ها را از قصد قطع نکنه، نمیشون شاید مشکل تکنیکی باشه. به هر صورتش میتونید تماس ها را شما وصل کنید. امروز میخواییم به شکل بطار مثال گسترده جاوگوی تماس ها باشیم. هر تماس که آمد شما میتونید وصل کنید و شما به کمال میل اجازه دارین که صحبت های مرا انترابت کنید. بنابراین وایرس ممکن است در هر سن سال و در هر فرد جامعه را مصاب بسازه، ولی شویش بیشتر در کشورهای آسیایی، کشورهای افریقایی و کشورهای اروپایی بیشتر است. به خاطر کجا تربیه مواشی یک ذره ترویج بیشتر داره. بله بفرمایید. تماس قطع شد. دوستان عزیز زمانی که تماس میگیرین کوشش بکنین موقع درست انتخاب بکنین تا اینکه صداتون به درستی بر ما وصل شه و همچنین وقت برنامه کم است بتونیم که به تماس شما عزیزان ما بتونیم پاسخ بدیم و جواب بدیم.
شما نمیتونین که به طور مثال تمام می چی میگن به طور مثال می اتهام ازیره که مهماتون هم موقعیت خوب را اختیار نمیکنه تا مساقت می شاید هموطن ما میاله به طور مثال دستر یک تپه بسیار بلند موقعیت داشته باشه. بله، شبکه تکنیک باشه، مشکلات تکنیکی باشه سه. بله بفرمایید. بله تماستان وصل است، بفرمایید. بانو خلیلی، ما گفتم حتما از اوج صحبت میکنی. هموطن گلم، بار بار تاکید کردم که وقت تماستون وصل میشه، شما آواز تلویزیونتون رو پخش کنید. باشین که وزن می گوشیتون آواز ما رو بشنوید. اشاره‌ای مجبور بگویم. از گوشی تلفن بشنوید عزیزای دل، برای که وقت وقت نزایی شد درایش. وقت زایی میشه. دقیقاً. نمیتونیم باز مدیگه تماس رو وصل کنیم. خب، پیدا می صحبتایتون. خب گفتیم که به طور مثال شویی از ضیافت ممکن است بعد نزد تمام افراد بیشتر باشه، ولی اونایی که در تربیت معاشی مصروف هستن ممکن است ضیافت بین انتقال کنه، بنابر افرادی که مالدار باشن و حیوانات مختلف اینا کش میکنن در عرصه ترویجش کار کنن و در پولی از مسئولات از اینا استفاده به عمل میاد کشته و در عرصه حفظ صحه از این مراعت شوه، حفظ صحه به طور مثال مراعت شوه تا که خدا نخواسته کدام مشکل سیره برای هموطن ما با بار نبیاره. بله بله بفرمایید. صدای تو ندارم برادر عزیز. سلام بفرمایید، اسمتون از کجا به تماس شدین؟ سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز، بفرمایید. مشتری صدای تو نداریم برادر عزیز، بفرمایید اسمتون، از کجا به تماس شدین؟ نجیب الله هستم، به کابل. نجیب الله بفرمایید، سوالتون مطرح کنین با دکتر. همکار تکنیکی، ما شما تقاضا میکنیم که برای چند دقیقه وصل کردن تماس ها توقف بدین که موضوع اصل برنامه باقی نمونه تا اینکه مشکل مشکل تکنیکی ایجاد شده رفع شود. خب دکتر صاحب، شکایت مریضا در این مرض چی میباشه؟ اشخاصی که به این مرض مبتلا هستند کدام شکایت میتونه داشته باشه مریضا؟ بانو خلیلی، حق مرض کنگو در نزد یک فرد تحسس کرد در مرحله ابتدایی به صورت عموم ما نمیتونیم شکایاتی که از باعث سایر امراض ویروسی در نزد یک فرد مثلا هپاتیت بی، هپاتیت سی و امی ویروس کنگو ایجاد شده باشه در مرحله ابتدایی ما نمیتونیم از یکی دیگه تفکیک کنیم. یعنی شروع مرض تمامش به طور مثال ممکن است یک لوحه کلینیکی مشابه داشته باشه و تمام دریافتای کلینیکی به شکل غیر وصفی هست. به می خاطر در نزد افرادی که فیور انون اوریجن میباشه، یعنی تب با یک منشأ نامعلوم به صورت طولانی مدت موجود است و ما هر قدر که میپولیم منشأ زیر پیدا نمیکنیم، در پولی از اینکه به طور مثال توبرکلوز مخفی پیش مریض مطرح شاید باشه، توبرکلوز کدام سرطان پیش مریض مطرح باشه، کدام به طور مثال کدام آفت پارازیتی و انتونی دیگه مطرح باشه، باید وایرس ها همچنان از نظر دور نمانه. متاسفانه در افغانستان ما که خودم دکتر هستم من حیث یک چپر سفید به اعتراف می داشته باشم که اکثرا تاکید ما با بالای تداوی کردن او امراض انتونی هست که منشأ باکتریایی داره یا منشأ پارازیتی داره. ما زیاد به طور مثال بالای وایرس ها تاکید نمی کنیم، بالای فنگس ها تاکید نمی کنیم، ولی باید این موضوع نادیده گرفتن نشه به خاطر که امروز تکسبوک های اپدیت که در سال 2019 هست کوشش میشه که به طور مثال امراض مختلف در سیر وایرس های مختلف که تاسیس میکنه، در سیر به طور مثال باکتری های جدیدی که تاسیس میکنه، در سیر فنگس ها تاسیس میکنه، در سیر اسپایرکیت ها تاسیس میکنه، اینا کوشش میکنن که به طور مثال تداوی از اینا هم صورت بگیره. تو نیست که هر نوع آفتی که در شش مریض موجود شد و با وجود آمد 100% علت از باکتری است. مسئله به طور مثال انتانات مزمن باید مطرح شود، مسئله پارازیت ها باید مطرح شود، مسئله به طور مثال انتانات فنگسی باید مطرح شود، مسئله وایرس ها باید مطرح شود که کنگو همچنان از جمله انتانات وایرسی هست. بنابراین در مرحله ابتدایی دریافت های کلینیکی مرض و قدر به شکل گسترده و به شکل فاحش و به شکل اسپسیفیکش موجود نمی باشند. مریض ها به صورت عموم در مرحله ابتدایی یک تب بسیار شدید می داشته باشند، بعد از این تب آستاس را به طرف احساس کسالت، خستگی، ضعف عضلی میره. در پهلوی از او در مراحل بعدی مریض ها به صورت عموم بسیار زیاد مساعد به خونریزی میشن. چشم مریض سرخ به نظر میرسه، روی مریض سرخ به نظر میرسه، گلوی مریض وقتی که مورد ارجابی قرار بگیره سرخ رنگ به نظر میرسه. آستاس تا این سرخی باعث ایجاد یک بلیدینگ میشه یا باعث ایجاد یک خونریزی میشه که قابل کنترل نیست. مریض ممکن است از طریق بتا مثلا سیستم تناسلیش خونریزی داشته باشه، از طریق بتا سیستم بولیش تناخذ خونریزی داشته باشه، از طریق ادرار بتا مثلا خون زایی کنه، از طریق مواد غایتا خون زایی کنه، استفراغش تا ام با خون باشه و یکی بتا مثلا از طریق سیستم تناسلی خود خون زایی کنه، مثلا در مثل که در جریان منستریشن پیریود یا سیکل قاعدگی میباشه. این خونریزی ها بعضی اوقات به اندازه
تجاوزی به شکل فاحش و گستردهش موجود می باشه که ما نمیتونیم ایره با استفاده از اهتمامات عمومی مورد کنترل و منیجمنت خود قرار بدیم. آفت وقتی کمکی که پیشرفته‌تر شد ممکن است در نزد مریضا اوزایما یا تورم و پوندیدگی در نهایات تحسس کنند. در اطراف به طور مثال شش مریض مایع جمع شود که به نام پرایمری فیوژن میگن. مریضا شعور مختل می داشته باشه و به طور مثال حالت شعوری درست نمی داشته باشن. آستا از باعث به طور مثال بلیدینگ یا زایع کردن خون در پیش مریض ممکن است در مدت چند روز یک کمخونی بسیار شدید و سائقوی تحسس کنه. بنابراین اگر یک فرد در خانه خود نواشی داره، کدام به طور مثال حشره و کدام به طور مثال کدام هر چیز که کنه معنی که بودک از مو پشم گوسفند و پشم به طور مثال گاو و پشم بز آمدی را وغزه کرد، به زودترین فرصت اینا به دکتر مراجعه داشته باشن تا اینکه خدای نخواسته در مرحله ابتدایی اگر کدام فرد در سیر تحسس کردن هسته جلوش به طور مثال گرفته شه، خدای نخواسته حالات تهدید کننده حیات پیش مریضا وجود نبیاید. در مؤاخذه اشاره میشه که هر قدر به خاطر تداوی سریعتر اقدام شوه اما قدر میزان مرگ تنقیص پیدا میکنه. در یک حالتی که صفحات دموی مریض که خون را لخته میسازه کم شده باشه، حجرات سفید خون که ما را از ما شما دفاع میکنه و کم شده باشه، حجرات به طور مثال سرخ خون که در یک قد اکسیژن به کل عضویات انتقال میده کم شده باشه، مریض وقتی که به طور مثال به شفاخانه آورده شود در یک قد در اینجا باز از توان طبابت هم زیاد چیز ساخته نیست. به می خاطر به مجردی که همش در یافتهای کلینیکی سرخی چشم، سرخی به طور مثال غشای مخاطی دهن، سرخی به طور مثال وجه، تب بسیار شدید بعد از وغزی یک اشاره، بعد به طور مثال خصوصا اونایی که در خانه های مواشی به نگاه میکنن، حیوانات علی نگاه میکنن و از مستعذرات از این استفاده میکنن، همشو حالات در صورتی که تحسس میکنن اینا به زودترین فرصت به کلینیکی که به طور مثال در ساحه موجود میباشه و یا که به شفاخانه مرکز مراجعه داشته باشن تا ای که واقع شناخته شوه، تثبیت شوه، تداوی صورت بگیره و اقدامات واقعی پیاده شوه، به خاطر از اینکه انتان از یک فرد به فرد دیگه انتقال نکنه و شیوع از این مرض را در جامعه به شکل سائقویش افزایش نده و یکی در نهایت باعث اوت بریک مرض در جامعه نشه، مثل که در سال 2002 در ترکیه تحسس کرد. در سال 2002 به طرم سال اوت بریک از مرض کانگو در ترکیه تحسس کرد که تقریبا حدود تعداد زیاد از افراد به خصوص در ناهایی که مردم از شیر و ماست و چکه و گپا زیاد استفاده میکردن و تربیع مواشی در مناطق ترکیه که زیاد بیشتر ترویج داشت، در اونجا تعداد زیاد افراد از باعث از مرض تلف شد. بنابراین در افغانستان باید به زودترین فرصت در صورتی که یک فرد از همچون مشکلات شکایت می داشته باشه به زودترین فرصت به دکتر مراجعه داشته باشن تا اینکه واقع تثبیت تشخیص شوه، احتمال تداوی صورت بگیره و از سیر و انتقال از این به افراد دیگه جلوگیری و خودداری به عمل بیاید. بله خب دوست عزیز وقفه داریم، دوباره برمیگردیم.